درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم وزیر امور خارجه رژیم ملاها گفته که برای مذاکره با آمریکا در حال حاضر هیچ توافقی در جمهوری اسلامی در سطح کلان حکومتی وجود ندارد ظریف در گفتگو با روزنامه همشهری به طور تلویحی گفت مخالفان کنونی مذاکرات میخواهند با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده خود با آمریکا مذاکره کنند ظریف گفت دوستان که دولت آینده دست آنها خواهد بود باید اقلا بدانند که راجع به چی میخوان مذاکره کنند و مواظب باشند که پلهای پشت سر خودشان را خراب نکنند وزیر خارجه دولت روحانی گفت دوستان ما که دوست دارند ما را متهم بکنند به نخواندن برجام متهم بکنند به نخواندن قهدنامه 2231 بروند نگاه بکنند اینها برای خودشان هم خوب است چون بالاخره بعضی دوستان دوست دارن که خیلی هم تلاش میکنند از الان هم شروع کردن که دور بعد دولت در اختیارشان باشه مذاکره کننده آنها باشن نوش جانشان ما مشکلی نداریم اقلا بدانند که راجع به چی دارن مذاکره میکنن اقلا بدانند داده های کشور چیست اقلا بدانند دستمال چقدر پر است خیال نکنند بالاخره این برجام و این توافق ها و اینها مال همه کشور است آنها هم یک روز میخواهند ازش استفاده کنند های پشت سرشان را خراب نکنند به این پلها احتیاج دارند در اتفاق نادر نمایندگان مجلس ولایت دوباره به محمد جواد ظریف کارت زرد دادن. مجلس از توضیحات وزیر خارجه در پاسخ به دو سوال جداگانه نماینده مشهد و کشمر قانع نشد. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال محمد جواد کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه در مورد علت تلاش برای مذاکره با آمریکا، سفته پس از شهادت سردار سلیمانی در دستور کار قرار گرفت. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طرح سؤال خود از محمد جواد ظریف امور خارجه گفت: رهبر معظم انقلاب در آغاز این روز مجلس دهم فرمودند که عدهای از من سؤال کردن از ترامپ و کلینتون کدام بهتر است که در آمریکا رأی بیاورد؟ مثل امروز ترامپ و بایدن که رهبر معظم انقلاب فرمودند که من جواب دادم با هر دویشان موافقم زیرا هر کدومشان رأی بیاورند آمریکا را تا چهار سال آینده به زمین میزنند و نابود میکنند این وعده های الهی است که در حال محقق شدن است و آثار نورانی اسلام عزیز جهان را دربر خواهد گرفت آقای ظریف آمریکای تماشایی را تماشا کنید این همان آمریکایی است که شما آغاز این روزهای مذاکره اعلام کردید آمریکا با یک بمب میتواند ایران را از پای درآورد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سال خود را اینگونه مطرح کرد سوال من در بحث مصاحبه شما نه یک مورد بلکه موارد زیادی است ولی مساقی از آن را بعد از شهادت حاج سلیمانی که شما اعلام کردید ما همچنان آماده مذاکره با آمریکا هستیم یک هفته قبل از آن هم در دوحه با میگ من افسر رژیم صهیونیستی که اکسان هم پخش شده است ملاقات کردید و این شهادت زیرساختهایی را فراهم کرد که آن زیرساخت توافق جامعی بود که نماد آن برجام بود همان برجامی که شما چند روز قبل هم خطاب به اروپایی اعلام کردید ایران برجام را زنده نگه داشته است کریمی قدوسی اظهار کرد برجام مرد و این مجلس انقلابی از بوی گند آنکه که مردم را آزار داده بود با قانون انقلابی دفنش کرد لذا خواهش میکنم که دیگر تکرار نکنید او افزود جمعه بعد از شهادت قاسم سلیمانی ولی امر مسلمین خطبه های تاریخی نماز جمعه را خواندند که در آن خطبه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که جنتلمن های پشت میز مذاکره تروریست های فرودگاه بغداد هستند محمد جواد ظریف روز سهشنبه با حضور در صحن مجلس در پاسخ به سوال نماینده مردم مشهد گفت در واقع در خط مقام معظم رهبری حرکت می کنیم که هفته گذشته در سخنرانی خودشان فرمودند که برای بازگشت آمریکا به برجام عجله نداریم لذا از نظر ایشان نه هنوز برجام بوی گند میدهد و نه دفت شده و نه اتفاق دیگری افتاده است مجلس محترم هم قانونی که تصویب کرد برای اجرایی شدن برجام است و نه برای دفع برجام دست کم ریاست محترم مجلس این گونه به ما فرمودند مسئولان و نهادهای حکومتی پس از انقلاب به جای علم آموزی و کسب دانش کشورداری به تأسیس دانشگاه های خالی از استاد و در واقع جل گسترده مدرک به نفع خود و صاحب منصبان روی آوردند در واقع مسئولانی که بر اثر یک انقلاب و بدون برخورداری از دانش مربوطه بر صدر امور نشستند و فرماندهانی که با وقوع جنگ و نیاز فوری امور جبه ها را متصدی شدند با تأسیس دانشگاه های تحت امر به جای اینکه پای درس بنشینند بر صندلی استاد جای گرفتند و با این عمل هم خود از دانش دور ماندند و هم بدون تولید دانش به تولید مدرک بی سمر دامن زدند ما به جای جعل مدرک در واقع دانشگاه جعل کردیم نتیجه این مدارک و خروجی دانشگاه های خود ساخته اکنون انبوه دکترها و سرداران نیست که از جهان پیرامون خود و نقش یک دولت ملت در نظام بین الملل هیچ تجسم و تصوری ندارد اکنون کشور ما مجلسی دارد که چهار عمل ریاضی را آشنایی ندارد دبیر امنیت ملی نمیداند که طالبان روزانه به کشتار مردم عادی افغانستان مشغول هستند و نمیشود علنی از آنها پذیرایی و تعریف کرد سردارانی داریم که قبل از اینکه دستگاه دیپلماسی پاسخ یک تحول را بدهد راه تعامل با جهان را با عمل و سخن خود میبندند به طور کلی ما با بحران مسئولانی روبرو هستیم که ظاهرا درس خوانده و مدارک عالی دارند کاملا بیسوادند و هرگز حاضر به به پای درس هیچ اهل دانشی هم نیستند ساختار سیاسی اگر بخواید اصلاح شود باید تکلیف همه این مدارک عالی که در کنار سوابق مسئولیت تبدیل به ادعاهای بزرگ شدن را روشن کند اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خواهان حضور جدی قرارگاه خاتم الانبیای سپاه در قرارداد ساخت پالایشگاه آنایتا در کرمانشاه شدند که سرمایه گذاری آن سه تا چهار میلیارد دلار برآورد شده است جهانگیری که روز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه سخن می گفت چند بار از قرارگاه خاتم خواست که محکم پای کار بیاید تا این پروژه را اجرایی کنند همچنین وزیر نفت رژیم نیز در این جلسه گفت که خواستار مشارکت جدی قرارگاه سپاه در این پروژه است پروژه ساخت پالایشگاه آناهیتا به سال 1385 باز می گردد و در طول سالهای گذشته مسئولان دولتی بارها وعده بهرهبرداری از این پروژه را داده بودند پیش از این از شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی این پروژه نام برده می شود ولی به تازگی بهمن بازوند استاندار کرمانشاه اعلام کرده است که 65 درصد از سهام این پالایشگاه متعلق به قرارگاه خاتم بیاست. هدایت حاتمی معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز گفته است احداث پتروپالایش آناهیتا 3 تا 4 میلیارد دلار مدل 70 تا 80 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و قرار است در مدت چهار سال به بهره برداری برسد مسئولان دولت درباره نحوه واگذاری این قرارداد به قرارگاه سپاه و جزئیات سرمایه گذاری طرفین توضیحاتی ندادند دی ماه سال گذشته سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از ورود ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حوزه نفت و پتروشیمی خبر داده بود او گفته بود که ده بزر پالایش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه نفت پیشنهاد شده است ولی به اسامی این پالایشگاه اشاره نکرده بود فرمانده قرارگاه خاتم المبیا همچنین از پیشنهاد تبدیل پالایشگاه آنایتا به پالایشگاه پتروشیمی خبر داده و گفته که این مورد جزو مصوبات سفر رهبر جمهوری اسلامی به این استان بوده است مقام های دولتی همواره از حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی گله و شکایت می کنن، اما در عمل از ورود سپاه و مشارکت این نهاد نظامی در پروژه های نفتی و به طور کل پروژه های کلان حمایت و استقبال می کنند. حسن روحانی تیر ماه 96 با انتقاد از حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد ایران گفته بود پخش از اقتصاد دست یک دولت بیتوفنگ بود که آن را به یک دولت با تحویل دادیم اما اکنون معاون اول او و وزیر نفت کابینه وی از ورود سپاه به پروژه های نفتی حمایت می‌کنند. در دولت احمدی نژاد هم که سپاهیان دست بالایی داشتند خود او زبان به انتقاد میگشود تا حدی که سپاهیان را با لفظ برادران قاچاقچی خطاب کرد دی ماه سال 96 نیز وزیر دفاع رژیم خبر داد که علی به ستاد کل نیروهای مسلح مأموریت داده تا واگذاری بونگه های اقتصادی غیر مرتبط در سپای پاسداران ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند تا کنون گزارش از میزان دقیق واگذاری بونگه های اقتصادی توسط نیروهای نظامی منتشر نشده است ولی گزارش های متعدد درباره افزایش حضور نهادهای نظامی به ویژه سپای پاسداران در حوزه نفت و پتروشیمی نشان میدهد که از نظر رهبر جمهوری اسلامی این حوزه جزو حوزه های غیر مرتبط با نهادهای نظامی نیست دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار